کریستوفر ری، مدیر FBI، یک مشاوره امنیت سایبری و یک کیفرخواست را با شرکای اطلاعاتی آمریکا برای مقابله با تهدید گسترده سایبری رژیم ایران اعلام می‌کنم. مدیر FBI: ما مدتی است که بر روی تهدیدهای سایبری تمرکز کرده ایم. من همچنین امروز یک مشاوره امنیت سایبری مشترک توسط FBI و مجریان قانون و شرکای اطلاعاتی من در آمریکا و خارج از کشور را اعلام می کنم. این توصیه بر تهدید گسترده تر بازیگران سایبری وابسته به رژیم ایران که به طور فعال قربانیان را در آمریکا از جمله زیر ساخت‌های حیاتی هدف قرار داده اند تاکید می‌کند. برای این نوع بازیگران هیچ چیز خارج از محدوده نیست. حتی به عنوان مثال بیمارستان کودکان بوستون که در تابستان 2021 آن را هدف قرار دادند. خوشبختانه قبل از اینکه آنها بتوانند با موفقیت حمله خود را انجام دهند، ما از یکی از شرکا راهنمایی دریافت کردیم که بیمارستان هدف قرار گرفته است و با همکاری نزدیک با بیمارستان توانستیم تهدید را که هم از شبکه و هم از کودکان بیمار وابسته به آن محافظت می کند شناسایی و شکست دهیم. کیفرخواست و توصیه‌ای که در مورد امنیت سایبری منتشر می‌کنیم نشان می‌دهد که وقتی شرکای فدرال و بین‌المللی با یکدیگر همکاری می‌کنند و اولویت را بر همکاری نزدیک با قربانیان می‌گذارند، چه کارهایی امکان پذیر می‌شود. کریستوفر ری تأکید کرد تهدید سایبری که کشور ما با آن مواجه است هر روز خطرناکتر و پیچیده‌تر می‌شود. اطلاعی امروز فقط نوک کوه یخ است. ما مجموعی از اقدامات دیگر را آماده کردیم که هنوز نمی‌توانم درباره آنها صحبت کنم. اما این اقدامات در ارتباط با این کیفرخواست طراحی و ترتیب داده شدند تا ضربه بزرگی به تهدید مربوطه وارد کنند. این مراحل همچنین به مسئولین این حملات خلاف وجدان نشان می‌دهد که اگر سعی کنید زیرساخت‌های ما را برای باجگیری به گروگان بگیرید، اگر بخواهید شیوه زندگی روزمره آمریکایی‌ها را مختل کنید، با نیروی کامل آمریکا و متحدانش روبرو خواهید شد. و ما هر کاری که در توان خود داریم انجام خواهیم داد تا شما را به دست عدالت بسپاریم.